سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. این 314 قسمت از تحولات فلسطین هست که خدمت شما دوستان عزیز دارم ارائه میدم. داریم بررسی میکنیم اتفاقاتی رو که در 24 ساعت گذشته رخ داده. این شبها ما هر اتفاقی رو که در منطقه میگذرانیم، باز در انتهای شب نگاه ها به آسمان فلسطین است، ببینن ایران چه چیزی در ذهن داره. یک روز تایید میکنن، میگن ساعتی دیگر حمله خواهد شد، بعد میگن نه منصرف شدن، بعد میگن چرا حمله خواهد شد، بعد میگن نه آشتی کردن دیگه حمله نمیخوام بکنن. حرفای از این دست، حقارت، بدبختی و عجز از این بالاتر برای این جماعت تا کنون اتفاق نیفتاده بوده است. من لازم هست خدمت شما عرض بکنم، همزمانی که مسئله حمله ایران به رژیم صهیونیستی به شدت در افکار عمومی داغ هست، سفرای غربی هم بر این مسئله تاکید کردن. سفرای لندن، برلین، واشنگتن بر این تاکید کردن، اینهایی که در فلسطین اشغالی هستن، که فرصت زیادی برای آزادسازی اسرا نمانده، از حماس و تل آویو می‌خوایم هر چه سریعتر به توافق برسن. یه سریای دیگه شون رفتن پیگیری کردن، گفتن آقا یه نشست دیگه در دوحه برگزار بشه، طرفین بشینن با هم صحبت بکنن برای آتش بس. بعضی هاشون هم اومدن این رو مطرح کردن که آقا اگر آتش بس بشه ایران حمله نمیکنه، هرگز اینطور نیست، هرگز اینطور نیست، حمله ایران به آتش بس هیچ ربطی نداره. بعضی های دیگه شون اومدن اینو مطرح کردن، گفتن آقا اگه آتش بس بخواد برگزار بشه ایران هم غیر مستقیم میخواد نماینده داشته باشه، هرگز اینطور نیست. هیچ کدام از این اخباری که در ساعات گذشته روی خروجی رسانه‌ها رفته تحت هیچ عنوان صحت ندارد. باید این رو خدمت شما دوستان عزیز عرض می‌کردم. لازم هست خدمت شما رفقای عزیز عرض بکنم مسئله ابهام‌زایی، این بحثی که پیرامون چگونگی انجام عملیات در ذهن‌ها هست، بحث درباره زمان عملیات، مکان عملیات، سطح عملیات، عمق عملیات، همه اینها چیزهایی هست که آرامش روانی رو از صهیونیست‌ها گرفته. دقت بکنید، یه جایی هست یک آماده باشی زده میشه، اعلام میکنن آقا قرار هست یه عملیاتی علیه ما انجام بدن. شما به نیروهای نظامی میگی بچه‌ها قرار همه در حالت آماده باش باشین، مرخصی یا لغو، بیاید جمع شین دور هم، ممکنه بخواد به ما حمله کنن. همه نیروهای مسلح شما با کمال احترام در حالت آماده باش قرار میگیرن، با اینکه مرخصی هاشون لغو بشه با همه اینها کنار میان، اما این تا یک بازه زمانی، این یک روز، دو روز، یک هفته، دو هفته بعد از گذشته یک بازه زمانی، آن چیزی که اتفاق میفته مستهلک شدن این نیروهاست. و اینم خدمت شما عرض بکنم، الان در فلسطین اشغالی فقط مسئله آماده باش و ترس از حمله ایران نیست. دوستان عزیز، اینا بعد از حمله وعده صادق الان یه درکی از اینکه ایران ممکن است حمله بکنن با کیفیت دارن. من یه دونه از فیلم‌های حمله وعده صادق رو امشب در کانال گذاشتم. یه تعداد خیلی زیادی فیلم اینا رو خود صهیونیست‌ها منتشر کرده بودن در شبکه‌های اجتماعیشون و یه تعداد عکس. همه رو من آرشیو کردم، اون حدیشو که دونستم. تو فیلمی که امشب پخش کردم شما نگاه می‌کنین، موشکا در آسمانه، یه سکوت مرگباری فضا رو فرا گرفته. وقتی دوربین میاد پایین نشون میده، شما کلی آدم اینجاست. این شکلی نیست که کسی در محیط نباشه، یه جمعیتی در محیط همه ساکت گوشه دیوار وایستادن، با ترس دارن به بالا نگاه میکنن. اینا یک تصوری از حمله ایران دارن، میدونن که موشک ها وقتی به پرواز در بیاد یعنی چی. این چیزی هست که باعث شده ترس شهرک نشین ها ده چندان بشه. ضمن این که بعد از اتفاقات اخیر، حملاتی که یمنی ها داشتن، حملاتی که لبنانی ها داشتن، حملاتی که عراقی ها داشتن، تظاهراتی که در اردن و مصر و دیگر نقاط برگزار شده، ببین یک لحظه شما خودتون رو بذارید جای یک صهیون، وقتی این حجم از تظاهرات در نقاط مختلف منطقه علیه شما هست، این همه موشک پرانی ها، شلیک گلوله ها از کشورهای اطراف به سمت شما هست، شما دقیقاً این حس رو داری که یک کشور وسط اینا نیستی، شما یه آدمی هستی، محاصره شدی، هر لحظه اینا بتونن میریزن، میبلعن کارتو، تموم میکنن، میره. الان در رژیم صهیونیستی دقیقاً وضعیت این شکلیه. اگر فرصت شد به یاری خدا فردا یا پس فردا یک گزارش برای شما خواهم خواند، از یکی از پایگاه‌های غربی اومده توضیح داده، میگه اعتماد به نفس صهیونیست‌ها رو ایران گرفته، رفته طرف در فلسطین اشغالی حضور پیدا کرده، اینو داره میگه. بعد جالبه، اینا یک مسئله ای رو درباره حملات ایران دارن دربارش حرف میزنن، چون میدونید تنها چیزی که در خصوص نوع حمله ایران در حال حاضر مطرح میشه و حدس میزنن که این شکلی باشه اینه که در گام اول
ایران متمرکز هست بر اینکه شرایط حالت عادی رو برای صهیونیست‌ها به حالت نیمه جنگی تبدیل بکنه، این وضعیتی باشه که همه شهرک نشین‌ها وادارشن درش قرار بگیرن، کمان که این اتفاق افتاده. بعد در مرحله دوم کاری که انجام بده این باشه که عملیات رو چند روز پیش ببره. حالا نکتهش کجا هست؟ ببین اگر این چیزی که ما داریم میشنویم، کمان که بعضی از کارشناسا در ایران میگن، بعضی‌ها هم در غرب دارن مطرحش می‌کنن، اگر اینها درست باشه و ایران چند روز بخواد عملیات انجام بده، یا بذارید این شکلی بگم، ایران عملیاتی رو شروع بکنه با مجموعه کارهایی که مقاومت میکنه، این چند روز طول بکشه. این میتواند به بحرانهایی در داخل فلسطین اشغالی منجر بشود. حالا دو تا مسئله وجود داره. رژیم برای این تاکید داره اگر ایران کاری بکنه من پاسخ میدم. دقیقاً زیر لایه حمله ایران اون بحران زیر پوست فلسطین اشغالیه که تو اگر بخوای به این بازی ادامه بدی او تشدید میشه. زیر این حمله و زیر این تنش مسئله تحمیل حالت نیمه جنگی به رژیم صهیونیستیه که این اگر بخواد به بازی ادامه بده اون مسئله تحمیل میشه. من اینها رو دارم به شما میگم که به این نکته برسم. ببین این که شما تصور بکنید ایران یه تعدادی موشک و پهپاد داره، بعد نقطه و همه مختصات و اینا رو هم آماده کرده، منتها دو سه هفته است نشسته اینا مثلا سرشون برگرده اونور بچه لیک بکنه، نه این خیلی ساده انگاران است. بسیار تحریزی پیچیده‌ای برای این حمله در نظر گرفته شده، چندین زیر لایه تا مغز استخون شهرک نشین‌ها که به چه شکلی تو چه کیفیتی اینا باید درگیر بشه، در رسانه، در افکار عمومی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ‌های دیگر، همه اینها در طرحی که ایران در دستور کار داره تعریف شده. کمی صبور باشید میریم جلوتر، به یاری حضرت الله اینها در میدان خودش را بهتر نشان خواهد داد. لازم هست خدمت شما عرض بکنم امروز هم پایگاه ارتش آمریکا در سوریه شاهد شلیک راکت‌هایی بوده که به این پایگاه اصابت کرده. ما هر شب تقریبا شاهد افزایش شدت حملات مقاومت لبنان به سمت رژیم صهیونیستی هستیم که اینا دیشب در یکی از حملاتی که انجام دادن بیش از 50 راکت به سمت فلسطین اشغالی شلیک کردن. بخشی از این راکت‌ها گنبد آهنین آمده مقابله کرده، بخشش اصابت کرده. فیلم اصابت‌ها هم خود صهیونیست‌ها منتشر کرده. این وضعیت شبانه فلسطین اشغالی. امروز صهیونیست‌ها حمله پهپادی داشتن در خاک لبنان. لازم هست عرض بکنم مقاومت لبنان از طرف دیگه امروز در ساعات گذشته 6 حمله به سمت رژیم صهیونیستی داشته. تجهیزات رژیم در حملات مقاومت لبنان منهدم شده، تجمع نظامیان صهیون زیر ضربه رفته، حمله موشکی به یکی از پایگاه‌های رژیم اتفاق افتاده، پایگاه دیگری در مزارع شبعا موشکباران شده، یکی دیگر از پایگاه‌های رژیم هدف راکت قرار گرفته، حمله پهپادی به تجمع نظامیان صهیون و شهرک‌ها هم آن چیزی هست که ما امروز شاهدش بودیم. در مجموع این رو خدمت شما عرض بکنم به نقل از یدیود آهارانود که مقاومت لبنان در 300 روز گذشته 7500 موشک و 200 پهباد به سمت فلسطین اشغالی شلیک کرده. مسئله‌ای که خدمت شما عرض کردم از این جهت قابل توجه و قابل ملاحظه هست که شلیک 7500 موشک از یک سمتی به مرز شما، فرض بکنید آقا شما الان از کدوم کشور داری حرف منو گوش میدی؟ ایران نشستی گوش میدی؟ افغانستانی؟ توی عراقی؟ توی کشورهای غربی هستی؟ بخشی از رفقای فارسی زبان ما در دیگر کشورها هستن. از یکی از مرزای اون کشوری که الان داخلش هستی تو 300 روز 7500 تا موشک به سمتت بیاد، این یعنی جنگ دیگه، یعنی جنگ و طرف مقابل داره به تو تحمیل میکنه. تو الان سوالی که باید بهش فکر بکنی اینه که پس چرا مثلا این جام جنگی که تعارف شده رو ارتش تو نمیگیره، به دست نمیگیره، چرا سر نمیکشه؟ مگه ادعاش نمیشه؟ مگه این همه حرف میزنه چرا نبرد زمینی رو شروع نمیکنه؟ آقا 7500 موشک و راکت یعنی تحمیل نبرد طرف مقابل، یعنی من دارم دیگه من با چه زبونی بگم بیا با هم درگیری زمینی شروع بکنیم؟ نه، ارتش رژیم خودش رو در این ماجرا به معنای واقعی کلمه به نشنیدن زده. آنها به خوبی معنای درگیری با مقاومت رو میفهمند. الان یکی از فیلمایی که منتشر شده، اگر بتونم فردا عکسش رو برای شما گیر میارم، این سلاحی که باش سر سرباز صهیونیست توی غزه زدن، این هنوز شماره سریالش هم پاک نکرده، این ایرانیه. اصلا صحنه های عجیب غریبی تو غزه اینا رو گیر انداختن، طرف داره به اصطلاح خودمون نقشه عملیاتو میشینه، کنارش یه سری کتاب داری میبینی، یکی از کتابا درباره زندگی علی ابن ابی طالب، یکی درباره زندگی فلانیه، یکی اون یکیه، بعد نقشه رو داره میچینه، یکی برای اون یکی پیتزا میاره با شکل مثلث قرمز، بعد بچه‌ها با هم دیگه صحبت میکنن، میرن ماموریت رو شروع میکنن. این وضعیت غزه است. مستهلک کردن رژیم رو در غزه.
موشک شلیک کردن به سمت تل آویو از فاصله 60 کیلومتری 300 روز بعد جنگ میدونید یعنی چی؟ اونم از جایی که رژیم ادعا میکنه که قشنگ برش مسلطه. تمرکز، آرامش، آسایش، زندگی عادی آن چیزی هست که از صهیونیست‌ها در این مدت با کیفیت گرفته شده. رژیم به خوبی فهمیدش، فارغ از فضاسازی که انجام میده و حمایتی که غرب ازش داره و چنگ و دندونی که سعی میکنه به بیگناهان نشان بده، به خوبی میفهمه که اگر بخواد وارد نبرد زمینی بشه با مقاومت چه اتفاقاتی میتواند پیش رویش باشه. البته بازم تاکید میکنم همونجور که قبل از ترور شهید هنیه گفتم نتانیاهو هر حماقتی ممکنه بکنه، این الدنگ در حال غرق شدنه. باید صبر بکنیم ببینیم که آیا یهودیهای ساکن فلسطین را با خود غرق خواهد کرد یا نه. من لازم هست خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم امروز وزارت امور خارجه آمریکا تصویری از قرارداد مربوط به فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی رو منتشر کرده. 20 میلیارد دلار ارزش این قرارداد، در مجموع 50 فروند جنگنده عملیاتی F-15 که 25 فروندش به طور کامل توسعه و به روزرسانی شده در این قرارداد دیده میشه، چیزی در حدود 30 فروند موشک هوا به هوا دارش دیده میشه و 38,000 گلوله تانک داخل این قرارداد و چیزهایی از این دست، وسایل نقلیه نظامی تاکتیکی و حرفای از این دست. یه جایی هست شما داری به یکی تسلیحات میدی که این داره توسط مثلا نیروهای نظامی درهم میشکنه. دیروز فیلمی که از غزه منتشر شده برگه ای هست که طرف دستش گرفته از تولد دوقلوهاش، اونورم رفتن بهش اطلاع دادن دوقلوها شهید شده. این وضعیت غزه است. این تسلیحات به کجا میره؟ برای یک نبرد نظامی داره میره یا برای کشتار کودکان و زنان؟ الان فیلم ها و تصاویری که من سعی کردم توی فجای دو سه روز اخیر اون فیلم ها و عکسایی که توی کانال میذارم قابل هضم ترین هاش باشه، ولی توی قابل هضم ترین هاش مثلا یکی از تصاویری که گذاشتیم اینه، در مقابل غسالخانه غزه یه آقای تو صف وایساده بین کسانی که پیکرهای عزیزانشون در صفه، این دوتا مشمای سفید دستشه، اون دوتا مشما سفیدا عزیزاشن، تیکه های عزیزاشه که جمع کرده آورده اینجا. غرب در یک مسئله ای که جنایتش اوریان است، در یک مسئله ای که وقاحتش اوریان است، به این شکل داره به طرف مقابل تسلیحات میده برای کشتن زنان و کودکان. این آن کثافتی هست که منطقه ما رو درگیرش کردن، به منطقه ما تحمیلش کردن و البته ما این بازی رو نمیپذیریم. این بازی آن چیزی هست که به یاری حضرت الله باید تغییر بکنه. لازم هست خدمت شما عرض بکنم شبکه 12 رژیم صهیونیستی اعلام کرده 17 یهودی افراطی که اینها حاضر نشدن به خدمت سربازی برن در مناطق شمالی فلسطین اشغالی بازداشت شدن و اخباری از این دست زیاد منتشر میشه تحت این عنوان که بعضیاشون خودکشی کردن، بعضیاشون درگیر شدن، بعضیاشون نه فقط یهودی‌های افراطی، بخشی از جامعه صهیون این روزها از این وضعیت خسته است. این وضعیت شبیه کسانی که در حال زندگی کردن در یک کشور هستن هرگز نیست. این داستان کسانی هست که در حال غرق شدن است و اینها این رو به خوبی فهمیدن. من لازم هست خدمت شما دوستان عزیز این رو هم عرض بکنم، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در نشست خبری با خبرنگارها تاکید کرده که باید تهدیدهای ایران علیه رژیم صهیونیستی جدی گرفته شود. گزارش رسانه‌های صهیونیستی حاکی از آن است که ارتش اسرائیل دوشنبه شب به نیروهایش دستور حداکثر آماده باش را صادر کرده. ارتش رژیم مدعی شده که آماده مقابله با هر حمله است. از دوشنبه در آماده، از قبلترش هم این در آماده باشه. تا کی میخوای تو آماده باش وایسی؟ تا کی میخوای بری زیر زمین قایم شی بعد مثلا لاتبازی در بیار؟ بالاخره میای بیرون، بالاخره میای بیرون. آنجا یعنی فلسطین جایی برای زندگی صهیونیست‌ها نیست. ما این مسئله رو درباره شعار نمیدیم، هرچی میریم جلوتر برای همه واضح‌تر میشه که ما شعار نمیدیم. به یاری حضرت الله در آینده پیش رو قدم‌هایی برداشته خواهد شد که ناشعار بودن آن چیزی که خدمت شما عرض کردم و کاملا واقعی بودنش برای همه به وضوح آشکار بشه. طولانی‌ترش نمی‌کنم، اگر نکته چیزی بود حتما در قالب پیام بریمان بفرستین، کمک بکنید که برنامه ما با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. دعا برای رزمندگان مقاومت فراموش نشه، جوشن صغیر فراموش نشه. جوشن شما زرهی هست بر پیکر رفقای عزیز ما، قهرمانهایی که در میدان هستند. صدقه براشون کنار بذارید. برای عزیزانی که به زودی به پرواز در میان بسیار دعا بکنید که به یاری حضرت الله بهترین ها برای این قهرمان ها در پیش خواهد بود. رفقایی هم که پیاده روی اربعین میرن تاکید میکنم نمادی از شهدای فلسطین، زیارت به نیابت از اینها، ضبط کردن یک ویدیو تحت این عنوان که
به نیابت از شهدای فلسطین شهید هنیه در این پیاده روی شرکت کردم. انتشار فیلمش در شبکه‌های اجتماعی، توییت کردنش، به اشتراک گذاشتنش با بقیه، اینا رو انجام بدید. اینا بسیار مهمه. و مسئله پیاده روی 40 آن چیزی است که ما خیلی لیاقت نداشتیم امسال درباره‌اش صحبت بکنیم، چون درگیر مسائل این شکلی شدیم. امیدوارم رفقا ازش غافل نباشن که بسیار مسئله مهمیه. در کنار اتفاقاتی که در میدان داره رخ میده، در کنار نبرد تمام عیاری که در میدان هست، این مسئله حیثیتی، اون بازی بی صدایی هست که ما داریم پیش میبریم. یک پرچمی هست از 1400 سال پیش آمده در طول تاریخ، با اشک، با گریه، با طمأنینه، با صبر بر مصیبت حضرت سید الشهدا، بر سینه زدن برای آقا امام حسین، آوردن هر جور تونستن این پرچم رو رسوندن به امروز. ما امروز جمعیت 10 میلیونی رو باش توی عراق داریم، پرچم‌های چند ملیتی رو داریم. این سرمایه ماست. هر چی گسترده تر بشه با ملت مقاومت عده بیشتری آشنا میشن، با مرام ما افراد بیشتری همراه میشن، افراد بیشتری توی این مسیر پا میذارن، یک مدل جدیدی از زندگی رو میفهمن. کمک بکنید که این تفکر فراگیر بشه. نکته دیگه ای ندارم. خاک پای همه رفقا هستم. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.